با درود بر هموطنان گرامی، مشیری هستم به خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز روز چهارشنبه است، دوم از ماه ژانویه سال 2008 میلادی. با اندکی سردرد و مبلغی سینه درد در خدمت شما هستم، اندکی بیخوابی. باری در روزهای چهارشنبه در باب پیدایش شاهنامه فردوسی صحبت بکنیم. امروز هم مطلب رو ادامه خواهیم داد. اجازه بفرمایید که با غزلی از سعدی فتح باب کنیم. استاد سخن سعدی، سعدی شیراز. بله، از هر چه می رود سخن دوست خوشتر است، از هر چه می رود سخن دوست خوشتر است، پیغام آشنا نفس روح پرور است. هرگز وجود حاضر غایب شنیده ای؟ من در میان جمع و دلم جای دیگر است. ابنای روزگار به صحرا روند و باغ، صحرا و باغ زنده دلان کوی دلبر است. کاشون به خش رفته ما آشتی کنان باز آمدی، که دیده مشتاق بر در است. شبهای بی تو هم شب گور است در خیال، ور بی تو بامداد کنم روز محشر است. گیسوت عنبرینه و گردن تمام بود، معشوق خوب رو چه محتاج زیبر است. سعدی خیال بیهوده بستی امید وصل، هجرت بکشت و وصل هنوزت مصور است. زنهار از این امید درازت که در دل است، هیهات از این خیال محالت که در سر است. در غزل مشهور شیخ اجل سعدی به خصوص هرگز وجود حاضر غایب شنیده ای؟ و از اوقات حاضر و غایب، یعنی هم حاضر هم غایب، یعنی من در میان جمع و دلم جای دیگر است. حالی که حاضر هستم غایب هم هستم. بله، با حلقه این چون تو و چون حلقه در دری، یک نوع دیگر از تعبیرهای شیخ اجل سعدی. بله، خدمتتون عرض کنم که بعضی هموطنان گرامی ما گاهی اوقات در این صفحه‌های تلویزیون ظاهر می‌شوند و بحث‌ها می‌کنند و اینها، که بله این مردم ایران اینها با تیغ خاطر اساساً منتظر اسلام عزیز بودند. به هر سبب به پیشواز اعراب رفتن و مسلمان شدند و اینها. این گروه کسانی هستند که ایمان مذهبیشان میچربد به حس وطن دوستیشان و وجدان علمیشان. در حقیقت این سخنان و این گونه سخن اساساً برخواسته از بیتوجهی است، بیتوجهی به تاریخ که چه گذشت بر ملت ایران و که بودند این اعراب، و در جبهه‌های قادسیه چه گذشت، در جبهه‌های نهاوند چه گذشت، جلولا، نبرد شیراز و سیستان و عرض میکنم جاهای دیگر، آذربایجان و شمال و گرگان و از این آقایون. باید پرسید پس چرا حدود بین 50 تا 60 سال طول کشید و چرا عمر وقتی که یه جنگ میشد میگفت تکان نخورید، از همونجا بمانید، همونجا بمانید، اینجا نروید تا من برای شما قوای کمکی بفرستم. اگه قرار بود که همه ایرانیان مسلمان بشن به تیب خاطر، که این کارها لازم نبود. پس چرا از این دوست محترم فکر میکنم فرزند آقای بازرگان هست، خدا رحمت کنه، مرحوم بازرگان مرد شریفی بود، اما عرض میشود که این ایمان مذهبیش میچربید به سایر قضایا و اینها. این مرد محترم خلف صدق ایشون هست، بسیار مرد محترمی هم هست. یا ایشون گفته آره برسا به من اینجور گفتم، من که خودم ندیدم. اما از این پرسید که آقا پس چرا فاصله بین جنگ قادسیه و جنگ نهاوند 20 حدود 6 سال طول کشیده برای آمادگی سپاه عرب که جنگ دوم رو بکنن؟ تاریخ ها رو بخوانندیشان عرض می شود که در میابند که اساسا وقتی که سپاه عرب به گرگان رسید، از صبح شما رسید، مازندران، اینها
سالها از مرگ عمر اینها گذشته بوده، ما رسیدیم به روزگار بنی امیه و اینها، پس چگونه بوده؟ اساسا ضرورت طرح این سخن بر چه وجهیست؟ چرا اساسا این سخن رو مطرح میکنید؟ به جهت این که این بحث همواره مطرح بوده بین جامعه ایرانی که عرض میکنم که این کلاه بزرگ به سر این ملت رفته و مقاومت فقط در ایران بوده علیه این داستان، چرا در مصر قضیه مطرح نیست؟ دوستی میگفتن که تازه در قرن 19 هم یک مصری جرأت کرد بنویسد، قرن 19 هم ملاحظه بفرمایید، یک مصری جرأت کرد بنویسد که ما مصری بودیم، آقا ما مصری هستیم، ملتی دیگری بودیم، ما عرب نبودیم، ما به زور ما عرب شدیم دیگه. اینها این آثاری که میبینید مال زمانی است که ما عرب نبودیم. قرن 19 هم اولین مصری جرأت کرده بگوید ما مصری هستیم. اما ما اسناد خیلی مهم داریم دوست محترم، این کتاب شاهنامه در اختیار ماست، این کتاب ها که هستن از چه می‌نویسن اینا؟ از فاصله جنگ قادسیه تا جنگ نهاوند، این یکی در حدود 14 یا 15 هجری بوده، اون یکی عرض کنم که 21 هجری. ضرورت نداشت این همه جوابری سپاه و اینها، و من میخوام این هموطنان گرامی بیان توضیح بدن که آقا پس این ابو مسلم خراسانی چی کاره بود، چه میکرد اونجا، این عبدالله ابن مقفع چه میگفت، چرا او رو تکه تکی کردم. به ازای هر عبدالله ابن مقفع بزرگ، هزارها عبدالله ابن مقفع کوچکتر هم بوده که ما نمیشناسیم. نمیشه باید که یک وجودی به تنهایی بیاید و عرض کنم بخواد ایده رو ارائه بکند، حتما از زمینه ای برمیخیزد چنین آدم ها. بشار ابن برد و ده ها کسی دیگر، و اساسا که بودن این خرم دینان، چه میگفتن؟ این بابک خرم دین مرد تنهایی بود در کوههای آذربایجان، علیه اعراب جنگ میکرد. نه، تمام مردم این از زمینه پشتیبانی مردم بود که بابک خرمی برخواست 21 دو سال سپاهیان عرب رو شکست میداد که شر اینا رو کم بکند. یعقوب لیث چه میگفت؟ چرا اینا در تاریخ مصر نیستن؟ بارها گفتن خدمتتون. این است که اینا مغالطات است. عرض کنم که خدا نکند که ریح دین و شکم انسان جمع بشود و فشاری زیاد بشود، اون موقع میزند به عقل و اینجور چیزها، ممکن است که خراب بکند. این ریح دین و چیزی سا این در این تاریخ طبری شما نگاه بکنید خواهید یافت که چه گذشته است بر این مردم. برای شما بنده اینجا مثلا یک قطع اینجا که میخواهند برون به اصفهان و میآیند و بله میآیند و نظر میخواهند از یک جنرال ایرانی که اسیر بوده. حالا بگذاریم از اینجا. این داستان قادسیه حکایت فوق‌العاده‌ای بوده، به این آسانی نبوده است که این چون می‌فرماید یا دیگران می‌گویند و اینها، حکایتی است. بله خب، بله میگوید که سعد سپاه را گرد کرد. حالا بگذاریم از اینجا که سعد بن ابی وقاص وارد شده است به مدائن. بله و تعجب کرده از این فر و شکوه، میگوید که قوله تعالی کم ترکو من جناتن و عیون و زروع و مقام کریم. اینکه خاقانی میگوید که زر پرویز به هر خانی زرین تره آوردی، زرین تره کو برخان، رو کم تره کو برخان، اشاره است به همین آیه شریفه. چه مقام های کریمی بر جای گذاشتن، چه بدونم باها و چنین و چنان، این داستان هست، اشاره است به همین آقای چیز که این آقای سعد که این آیه رو خونده اونجا. بله و سعد به شهرندر فرود نیامد و به ایوان فرود آمد و
و اون ایوان به مداین هنوز بر جایست و هنوزم بر جایست معادلش. بله. و 120 عرش پهنای اون صفه است و 600 عرش درازنای و به جای خشت خشت سنگین شده از سراشیده و بران بنا کرده 12 ستون بر رباب زده و هر ستونی 100 عرش از سنگ تراشیده و اون کسرا ابن قباد ابن فیروز بنا کرده است تا روز مظالم اونجا تخت زرین نهادی. روز مظالم یعنی میشه از دادگستری میکرد، کسی شکایتی داشت و خدمت سر سپاه را گرد کرد و بدان ایوان فرود آمد و خود به ایوان اندر شد و 8 رکعت نماز کرد به یک سلام و هر رکعتی الحمد و سورتی و به هر دو رکعت تشهد خواندی و اون را صلوات الفات خوانند و سرچون نماز بکرد عمرو بن مقرن را بر قنایم حاکم کرد و منادی بان کرد که هر که چیزی بیابد به نزدیک وی برد تا گرد کند و به میان شما قسمت کند و خود برنشست و به مداین اندر آمد و به کوشک کسرا فرود آمد و چندان خانه ها دید که عدد اون کس ندانست مگر خدای عز و جل. از زر و سیم و جامه ها و جواهر و سلاح و فرش لشکر بپراکندند و خواسته ها همی گرد کردند. این دو تا عبارت که خوندم خدمتتون همین دو تا انگیزه اصلی و باروت حرکت لشکر اسلام عزیز بوده. غارت، پلاندر به قول فرنگی ها، دزدی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یعنی اگر به اینا میگفتن که آقا شما فقط در راه دین و گسترش آیین منور محمدی تشریف میبری جنگ میده، یک نفر عرب پیدا نمیشه. کما اینکه در طول 13 سال مدینه، در 13 سال قریب نزدیک 75 تا مسلمان شد، اما در 10 سال مدینه که غنایم حلال شد ببینید چه خبر شد. خیلی خوب. بله. و میگوید که مقرن همی باید و قعقا تا پل نهروان برد و هر خواسته که یافت باز آورد تا چندون خواسته گرد آمد که حد اندازه رو ندانست و خمس بیرون کرده. این همون خمسیست که میرسه پیش عمر گریه میکنه. یعنی مقرر بود که وقتی که سرقت تمام شد یک پنجمش میفرسته خدمت خلیفه. و 60,000 سوار بودند و پیاده و هر یک را 12,000 درم آمد جز اون چیزها که عمر را فرستادند به مروت و اون بسیار بود و چیزها بود که نتوانستند شکستند و کسبه ها اون ندانست و از بس چیزها که یافته بودند بدون چیزها آجاتشان نیامد. یکی اون بود که قعقاع به پل نهروان یک اشتر یافت و بروی حقی صندوقی اندر وی پیراهن کسرا بود از مروارید بافته و به میان هر مرواریدی یاقوتی سرخ و دیگر جامه های زربفت و تاج کسرا یافتند و انگشتری وی و 10 دست جامه زربفت از آن کسرا. این همه را پیش عمر فرستادند و نیز اندر خزینه سلاح یکی عیبه یافتند دیبای زربفت اندر آن سلاح کسرا بود از مروارید بافته و زره زرین و خود و ساقین و ساعدین همه زرین و 6 زره سلیمانی و 9 شمشیر گرانمایه و اون را همچنان سوی عمر فرستادن. و از اون چیزها نیز اون بود که اندر خزینه اصلی یافتن زرین و بروی زینی سیمین و گوهرها اندر وی نشانده سرخ و یکی اشتر یافتن سیمین و مرو را بچه ای زرین اون را نیز بفرستادن. این بوده انگیزه از سبت که تشریف آوردن اعراب عزیز و اسلام بسیار عزیز آمدن به برای دوزی و غارت. این دیگه امر پنهانی نیست که حالا کسی بخواد روش مالعی بکشد. برای سرقت بوده، دوزی بوده، گرفتن اسبان بوده و عمر تاکتیکش درست بود. یعنی میگفت یه جا که فتح میکنین اونجا سنگر بکنین همونجا رو محافظت کنین تا من برای شما سپاه کافی بفرستم که حمله بعدی رو با نیروهای تازه نفس بکنین.
و از اونجا به جای دیگر، از اونجا به جای دیگر. عرض میکنم که تا قریب 70-80 سال طول کشید تا به ماوراءالنهر اونجا رسید داستان. این است که اندکی باید این دوستان نگاه کنن به این تاریخ ها، اندکی باید دقت کنن به این امور. اگر چنین بوده پس چرا هنوز این پی به خاطر وجود نداره؟ این کسروی چه میگه آقا؟ این صادق هدایت، اون پور داوود، اون کرمانی، اون آخوندوف، اینا چشونه؟ موضوعشون چیست؟ دیوانه هستن؟ اجازه فرمایید که یک موسیقی بشنویم، برمیگردیم خدمت شما و میپردازیم به داستان. برمیگردیم خدمت شما و میپردازیم به فردوسی. بله، thank you.
بر شما هموطنان گرامی. یک شعر زیبایی یک هموطن عزیز در باب کاشان گفتن و دوست عزیز من فرهاد این قطعه شعر رو به من دادن و مرحوم پدرشون شعر گفتن. روز دوشنبه میخوانم تقدیم به هموطنان گرامی کاشانی. بیشتر اطراف اکناف کاشان نام برده شده، با جغرافی کاشان هم ما را آشنا میکنن. حتما روز دوشنبه میخوانم برای شما شعر زیباییست. باری خب ایزه فرمایید که امروز مطلب رو در باب پیدایش زمینه های شاهنامه فردوسی کوتاه کنید. یعنی حقیقت اون بوده است که ایرانیان برای عاده حسیت ابتدا متوسل به شمشیر شدن و این مقاومت های قهرامیز مدتی به طول انجامی تا از کنم که بابت خرم بین برسیم روزگار مأمون هست و سرکوب کردن او و یعقوب لیس صفاری که یعقوب مردترین مردان ما بوده به گمان من. یعقوب لیس صفار این رویگرزاده گفت من بایستی بروم عاده حسیت کنم و این بغداد رو بگیرم و هیچ مماشاتی نداشت. وقتی که یعقوب آمد به خراسان و به نشابور گفتن تو عرض میکنم که عهد خلیفه نداری، یعنی هر کسی که در این کشور میمد فرمانده میشد یک نامه از این خلیفه نکبتی که نشسته بود در اون بغداد امیر المومنین بایستی میداشت تا مشروعیت داشته باشه. میگفتن یعنی تو مشروعیت نداری. حالا داستان یعقوب رو به تفصیل باید خدمتون بگم که چه شد، چه که بود این مرد بزرگ. یعقوب گفت که جمع کنید مردمان رو، همه رو جمع آوری کردن، نشست و تختی گفت عهد مرا بیاورید، فرمان رو بیاورید. یک تیغ گوهری در غلاف آوردن، یعقوب شمشیر رو کشید و بجنبانید و همه وحشت کردن، گفتن حتی میخواد ما رو بکشه. گفت این عهد من است. یه همچین مردی بود یعقوب، یعقوب لیث. متاسفانه در نبرد بزرگی کرد علیه خلیفه و اینها صد رو شکستن، بیشتر لوجستیک سپاهش آب برد در نبرد دیرالعقول. خدمتتون میگم اینا که بودن چه میکردن. چرا یعقوب پیدا میشه در یک تاریخ مملکت؟ در عاده حیثیت از این کشور بوده. باری اینها همه ادامه داشت تا اینکه از سوی دیگر آسیای مرکزی ها آمدند. بله گل بود به سبزه نیز آراسته شد، یعنی بدبختی و بیچارگی مردم ایران اون بوده که این تبار آریایی آمده مدنیتی ساخته، وحشی های بیانها از دو سو وارد شدن. این آقایون عرب ها تشریف آوردن از سوی مغرب و بعد هم عرض میکنم این قارقال پاق و غزنوی و نمیدونم چیست و قوز و اینها از اون سو. اینا مشترکات بسیار داشتن این گروه ها اینها و افتادن به جان مردم از دو سو مورد حمله واقع شدن و این مقاومت ها سرکوب شد. این است که ایرانیان مجبور شدن شمشیرها رو بیاویزن و دست و قلم ببرن و برای عاده حیثیت به دامن فرهنگ بیاویزن. و این شاهنامه محصول اون کوشش فرهنگی است برای عاده حیثیت برای ملت ایران زیرازن. اینا که خدمتتون به دو سه کلام عرض کردم عرض میکنم ده ها مجلد کتاب است و اینا. اجازه فرمایید که بگریم سر داستان رستم و اسفندیار، اونجایی که اسفندیار میگوید ببینیم تا اسب اسفندیار سوی آخرا آید همی بی سوار و یا باره رستم جنگجوی به ایوان نهد بی خداوند روی. بله نهادند پیمان دو جنگی که کس نباشد در اون جنگ فریاد رست. با یک هر دو سپاه داشتن گفتن ما موضوع من و شما هستیم، هیچ کسی دخالتی در این باب نکند. نهادند پیمان دو جنگی که کس نباشد در اون جنگ فریاد رست. کسی رو صدا نکنیم. از اون پس همی جنگ را خواستند نبرد دلیران بیاراستند. خب اینجا توضیح نبرد هست که همواره تقریبا به یک شیوه هست که ابتدا معمولا جنگ با نیزه بوده، ابتدا با نیزه آغاز میکردن، بعد نیزه ها که خورد میشد
عرض میکنم که دست به شمشیر و بعد گرز و سرانجام که همه اینها فرو میریخت و خورد میشد، کمر یک دیگر رو میگرفتن به کشتی. کشتی معمولا سواره بود، یعنی در حالی که سوار بودن هر دو کمر دیگر میگرفتن. اینا شیوه های نبرد اون روزگار هست. بله، توضیح فردوسیس اینجا در این ارتباط. بله، چشیر جیان هر دو آشوفتند، از آن زخم اندام ها کوفتند. هم از دست بشکست برز گران فرو ماند، از کار دست سران گرفتند. از آن پس دوال کمر، دو اسب تکاور برآورده پر. به به، تصویر زیبایی. دوال همون چرم کمر، کمربند، دوال کمر، دو اسب تکاور برآورده پر. به نظر میاد که فردوسی نیروی تخیل بسیار نیرومندی داشته، چون جا به جا ایماج های مناسب آورده. یعنی که فرض فرمایید که وقتی که دو پهلوان کمر همدیگر رو میگیرن، اسبا هم عکس العمل نشون میدن. گرفتند هر دو دوال کمر، دو اسب تکاور برآورده پر. اونچنان بود که گویا دو اسب بال در آوردن. بله، خب، یکی بود به دست یل اسفندیار، دیگر بود به دست گو نامدار. به نیرو کشیدند زیخیشتن، دو گرد سرفراز و دو پیتن. همی زور کرد این بران اون برین، نجنبید یک شیر از پشت زین. وقتی میگویم حسن مثل شیر است، عرض کنم که اینجا یک تشبیه هست، ولی میگوید یک شیر اینجا در حقیقت استعاره است، یعنی عینیت میده به دو مطلب که با هم غیریتی داره، یعنی انسان و شیر هیچ مناسبتی با هم نداره. وقتی تشبیه میکنیم میگوییم که علی مثل شیر است. اول علی در ذهن متصور هست، بعد شیر، تصویر قوی میشه. اما وقتی میگوییم این شیر، یعنی هر دوتای اینها در یک جا در یک تصویر، این است که استعاره بسی نیرومندتر از تشبیه هست. این استعاره است برای رستم و برای اسفندیار. بله، همی زور کردین بران اون برین، نجنبید یک شیر از پشت زین. یعنی یکی از این دوتا. بله، پراکنده گشتن زاوردگاه، غمی گشته گردان و اسبان تباه. کفن در دهانشون شده خاک، خون و خاک، همه گبر و برگستوان چاک چاک. گبر یعنی خود جنگی، و برگستوان عرض شود که لغت پارسی زیبایی است. برگستوان زره ریزبافی بود که به تن پهلوان میکردند یا به تن اسب. اسب برگستواندار بسیار آمده. رفتن برگستوان سوار، برگستوان رو میکشیدن بر روی اسب که اسب در امان بماند از زخم تیر و تیغ و اینها، چون وقتی اسب میفتاد سوار هم میفتاد. کار او به پایان میرسید تقریبا در بسیاری موارد. این است که انواع برگستوان ها بوده. وقتی نگاه میکنیم این تصاویر قدیم و اینها، اروپایی ها هم در این قرون وسطا و اینها برگستوان داشتن، اسباشون رو میبینیم در این فیلم ها که میسازن، خیلی هم دقیق میسازن. اتفاقا چشمای عدس فقط بیرون هست و تنش پوشیده است از برگستوان. اینها عرض میکنم که آلات رزم روزگار قدیم هست. فردوسی به نیکی هم این آلات رزم رو میشناسه، هم نوع استفادهش رو بلده، هم به موقع از اینا استفاده میکنه برای تجسم معانی در لحظه های مختلف. باز بخواهم از شما. خب، اینجا بنده واردش نمیشم. دو پسر اسفندیار اینجا کشته میشوند، نوشازر و مهرنوش، چه اسمای زیبا، اینجا کشته میشن. اینها به دست از دست زواره و فرامرز کشته میشن. اینجا یک صحنه ای هست که برای اولین بار
در تاریخ زندگانی رستم پهلوان هست و گریختن اوس به بالای کوه. و این جالب هست، این که عرض کردم رستم شخصیتی ملموس هست و ما میتوانیم باش ارتباط برقرار بکنیم به واسطه همین ویژگی های انسانی، ضعف های انسانی. هم گریه میکنه، هم زخم برمیداره، هم اگر لازم بشود عقب نشینی میکنه و میگریزه بالای کوه، به جهت این که اسفندیار رویتن بود مقابل این داستان. مشابهاتی هست برای داستان رویتن بودن اسفندیار. ارز کنم که مثل آشیل که پاشنه او آسیب پذیر بود در افسانه های یونان قدیم و زیگفرید و اینها در افسانه های آلمانی، این است که تیرکار نمی کرد. این بخشی که استاد توس آورده خیلی جالب هست اینجا، که ارز کنم که سلاح رستم به پیکر اسفندیار کارگر نیست. و عجب این که کسی که نماینده استبداد هست آمده و انقدر سخت هست از میان برداشتن این نماینده دین. این به طور سمبولیک اگه فکر بکنیم، این دین رو این تن واقعا به جهت اینکه ذهنیت افراد رو در بر میگیره و این آدم های دینی کاملا جوشنمنش هستن. نمیدونم چه کسی این لغت رو با زبان فارسی کرد. جوشنمنش یعنی کسی که جوشن به تن کرده، زره، و گمان میکنه اگر یک سوراخ به این زره وارد بشه اون میمیره، تحملش هیچ گونه ضربه رو نداره، آدم جوشن منش. این است که این اسفندیار عرض میکنن که رو این تن هست، نماینده دین هست و نماینده پادشاهی، مقابل شده است با آزادی. چه تلاشی میکند آزادی برای از میان برداشتن این، و فقط رستم این طلب می کند و نه با تنها با زور نمی شود اینها رو برداشت، تنها با نیرو و توش و توان نمی شود از شر نیت استبداد و این نکبت دین راحت شد، مگر با تدبیر. این از مفاهیم عمیق‌تر از می کند داستان رستم و اسفندیار. این قصه تاریخ مملکت هست، داستان پر آب چشم تاریخ ایران زمین هست، این قصه دین و دولت و آزادی که همواره شکست خورده. اینجا در منتهای عرض میکنم که پرش اندیشه ایرانی برای آرزوی آزادی، اینها رو در چهره رستم متجلی کرده. اینها شکست بخور رستم در جنگ اسفندیار و هم میگریزد بالای کوه. اجازه فرمایید که بخوانم، امروز حال منم خیلی مناسب نیست، عذر میخوام از شما. کمان برگرفتند و تیر خدنگ، همی گم شد از روی خورشید رنگ. ز پیکان همی آتش افروختند، به تنبر زره را همی دوختند. دل اسفندیار اندرون تنگ شد، بروهای چهرش پرآژنگ شد. چو دست بردی به تیر و کمان، نرستی کس از شست او بیگمان. به تیری که پیکانش الماس بود، زره پیش او همچو قرطاس بود. خیلی از این لغات کم استفاده کرده، قرطاس یعنی کاغذ، میگفتن قلم و قرطاس. قرطاس به تای دست دار یعنی کاغذ. هر زره میگوید مقابل تیر الماسی او مثل کاغذ بود. بله. چو او از کمان تیر بگشاد و شست، تن رستم و رخش جنگی بخست. رخش جنگی یک تعبیر زیباییست، یعنی فتوحات رستم اینها به تنهایی نیست، رخش کمک اوست تا پایان و زمانی که به چاه شغاد افتاده است. بله، رخش جنگی. همی تاخ برگردش اسفندیار، نیامد برو تیر رستم بکار. چو تیر از کفر شاه رسته شدی، تن رستم و رخش خسته شد. خسته یعنی زخمی. امروز خسته مترادف با تایرد فرنگیز یعنی خسته شد، اما خستن یعنی زخم کردن. به دو تیر رستم نیامد به کار، فرو ماند رستم از اون کارزار. دیگه چاره‌ای ندید رستم، فرو ماند، دستش بیکار شد.
کاری دیگر نمیتوانست انجام بدهد. خیلی عذر میخوام، اجازه فرمایید یک تنفس خیلی کوتاه بگیریم، برمیگردیم خدمتتون، ادامه میدیم داستان رو یک دقیقه. از شما وطن گرامی، نبرد رستم اسفندیار رو میخونم خدمتون. اون جایی که سلاح رستم بر اسفندیار کارگر نشد، به گفتون گهی رستم نامدار، که رو این تنست این یل اسفندیار. تن رخش از آن تیرها گشت سوست، نبود باره و مرد جنگی درست. از کنم که یک مستشتقی هست دلاواله، آمده از به ایران و رفته پیش شاه عباس کبیر. میگوید وقتی وارد شد مردی بود میان اندام، میگوید بزرگ مرد کوچک با سبیل های بلند آویخته و اینها. میگوید نشستیم و سخن جنگ کرد، چگونگی شیوه های جنگ رو توضیح میداد. گفت که شما هرگز سعی نکنید سر اسب رو با تیر بزنید، به جهت اینکه یک جعبه محکمی است، کار انجام نمیشه. تیر رو به گردن اسب بزنید و گردن سست میشه، در میغلطه و سوار هم باش میفته. حالا شاه عباس داره توضیح میده به این آقا و دو نفر اطرافش، و وقتی که سوار افتاد گمان نکنید که حتما مرده، بسیار اتفاق افتاده که این سواری که خودش رو به مردن زده و بعد طرف مقابل رو کشته. این شیوه جنگی که فردوسی توصیف میکنه تا همین روزگار صفوی و همین روزگار قاجارها بر جای بوده واقعا، تا آمدن این سلاح‌های مدرن و اینها شیوه های جنگ به همون وجه قدیم بود. باری بله، چمانده شد از کار رخش و سوار، یکی چاره سازید بیچاره با. امروز هم در افغانستان میگن مانده شدن، در زبان ایرانیان دیگری نیست، مانده شدن. ماندشان یعنی بالکل خسته شدن. دیدم در دارن افغان استفاده میکنن مانده شدم، یعنی خیلی خسته شدم. چون مانده شد از کار رخش و سوار، یکی چاره سازی بیچاره وار. فرود آمد از رخش رخشان چو باد، سر نامور سوی بالا نهاد. سر نامور سوی بالا نهاد، پیاده شد. رخشن دیگه جانی نداشت، پیاده شد و طرف بلندی رو گرفت. سر نام بر سوی بالا نهاد، همون رخش خسته سوی خانه شد، چون این با خداوند بیگانه شد. به به به، امکان نداشت رخش از رستم جدا بشه، اما این خستگی و این زخم های تیر اسفندیار سبب شد که رخش با خداوند خود بیگانه بشه. اون رفت به طرف رستم، رفت بلندی و رخش به طرف خانه.
زندام رستم همی رفت خون، شده سست و لرزان که بیستون. ببینید اینجا که قرار ضعف رستم رو نشون بده فردوسی که واقعیت داستان رو گزارش کند، این چه صفات زیبایی نشان میدهد که ما زیاد از حد ضعف در رستم نبینیم. این چهره بزرگ نشکند، گوید سر نامور سوی بالا نهاد، یا شده سست و لرزان کوه بیستون. در حال که سستن و لرزان شده، باز عرض میکنم این استعاره کوه بیستون رو براش به کار بود. این هاست دقایق بلاغت در شاهنامه فردوسی. کسی هم به این مرتبت واقعا نرسید در گزارش داستان. بیهوده نیست حکایات. بله، بخندید چون دیدش اسفندیار، بدو گفت کی رستم نامدار، چرا کم شد آن نیروی پیل مست، پیکان چرا کوه آهن بخست. باز از زبان اسفندیار در توصیف رستم داره صحبت میکنه، در این زه کوه آهن پیل مست، چرا کن شد و نیروی پیل مست، ز پیکان چرا کوه آهن بخست. تو که همچون کوه آهن بودی، از پیکان مجروح شدی، زار شدی. کجا رفت اون مرزی و گرز تو، برزمندرون فره و برز تو. گریزون به بالا چرا بر شدی، که شیر ژیان بشنیدی. رجز میخوان اسفندیار در حقیقت تحقیر میکنه اینجا که بعد کجا رفت. نهانی که دیو از تو گریان شدی، دد از تف تیغ تو بریان شدی. چرا پیل جنگی چو روباه گشت، ز جنگش چنین دست کوتاه گشت. و از اون رو چون رخش خسته برفت، سوی پایگه می خرابی تف، زواره پی رخش رخشان بدید، که از دور با خستگی در رسید. بله، زواره رخش رو دید، نگاه کردید، بله رخش خسته و خون آلود از میدان باز گشته. بله، سیاه شد جهان پیش چشمش برنگ، خروشان همی رفت تا جای جنگ. تن پیل تن را چنان خسته دید، همه خستگیهاش نابسته دید. زواره که برادر رستم بود و سلاحدار او بود، همه جا مواظبش بود، وقتی رخش بی سوار رو دید، رفتید از پیکر رستم خون جاریست و همه خستگیهاش نابسته است. بله، یک جای دیگه هم عیناً همین عبارت رو فردوسی به کار برده و اون اگه خطا نکنم داستان بهرام هست، در یافتن تازیانه و یک شخص زخمی که پیدا میکنه پهلوانی رو، میگوید که این از نابستن زخمهای تو هست. این همین ترکیب رو به کار برده استاد در اونجا. بدو گفت خیز اسب من برنشین، که پوشم ز بهر تو خفتان کین. بدو گفت رو پیش دستان بگوی، که از دوده سام شد رنگ و بود. گفت سوار اسب من شد تا تو رو ببرم. گفت برو به سام اطلاع بده که دودمان ما بر باد رفت، یه رنگ و بوی از خاندان ما با این وضعیت من رفت. بله، نگه کن که تا کار چاره کار چیست، بر این خستگی ها پرآواز کیست. گر از زخم پیکان اسفندیار، شبی را سر آرم بدین روزگار. بله، چنان دانم ای زال که امروز من ز مادر بزادم در این انجمن. چو رفتی همه چاره رخش ساز، من آیم ز پس گر بمانم دراز. گفت نه، من سوار اسب تو نمیشم، تو برو پیغام زال ببر، زال زر بگو که چه شد به روزگار ما، و من اگر زنده بمانم خودم میام ببینیم چاره کار رو باید چه کرد، چاره باید کرد، تدبیر. یه عرض شد که سعد
بدی میگوید که به نوبت ملوک اندر این سپنج سرای، کنون که نوبت توست ای ملک بعد گرا. چه دولت است چه حاجت به گرز مغفر کوب، چه حکمت است چه حاجت به تیغ جوشن خای. توصیه تدبیر میکند سعدی. اینجا هم عرض میکنم که رستم و خاندان او بایستی به تدبیر متوسل بشوند برای از میان برداشتن نماینده دین و نماینده استبداد. و عرض میکنم که همونطور که میدانید زال پروریده سیمرغ است. این است که در روزگاران سخت زال سیمرغ رو صدا میکنه. چاره کار رو از سیمرغ سرانجام خواهم خواست. اجازه فرمایید چند بیت دیگر بخوانم و یک تنفسی بگیریم. بله خیلی خوب. زوارز پیش برادر برفت، بله، دو دیده سوی رخش بنهاد تفت. رستم خیلی نگران رخش بود، گفت برو رخش رو معالجه کن. رخش برای خودش یک شخصیتی است، همراه رستم همواره و با او هم میمیره البته از ابتدا تا انتها. زمانی همی بود اسفندیار خروشید که ای رستم نامدار، به بالا چنین چند باشی به پا، که خواهد بودن مر تو را رهنما. کمان بفکن از دست و ببر بیان برا هنج و بکشای، بند از میان پشیمون شو و دست را ده به بند، که از این پس نیاوی تو از من گزن. گوه آقا چی کار میکنی؟ این همه خونه از تنت رفته و اینها، بیا دستتو به بند بده، من تو رو میبندم میبرم پیش شاه. بدین خستگی پیش شاهت برم، ذکردارها بی گناهت برم. حالا این پهلوان بزرگی نشسته در منزل خودش در سیستانی، آقا پاشاره لشکر کشیده اونجا، میگوید که بیا دست و پات ببندم پیشم شفاعتم بکنم. یعنی که همواره مردم ما به دستگاه قدرت مثل که مدیون بودن و به دستگاه دین همیشه ما مدیون بودیم. عرض کردم ما فقط بدهکار الله نیستیم، یکاش فقط بدهکار این الله عرب بودیم، آقا بدهکار همه هستیم ما. باید حس گناه بکنیم. جعفر صادق، باقر، سامن الائمه، بچه های اینها، سادات گدا، اینا همه ما در مقابل اینها ما مدیونیم، بده کاریم. یک کسی بیاد به لحاظ تاریخی ببینیم آقا این دین ما چیه به این گره ها، خمس و زکات خورا. یه عده هم میگوید مردم ایران باید به معذرت بخوان که انقلاب کردن. فکرشو بکنید چه توهین هایی میکنن این مردم. مرز کجاست؟ داستان چیست؟ بده کاریم ما همیشه، ما مردم همیشه بده کاریم. این آقا هم ادعای طلبکاری داره، چه لشکر کشیده. اگر تخت خواهی همی با کلاه، پدرش گفت ره سیستان گیرو برکش سپاه. سپاه برکش رفته منزل یه پهلوان بازنشسته قهرمان بزرگ، اونجا طلبکارم هست، میگی بریم شفاعت میکنم خدمت اعلی حضرت شما رو. داستان غریبی است بدهکاری ما. پرداخت میکنیم همواره، میلیون ها دلار در سال داریم برای حسین پرداخت میکنیم و اکبر و اصغر و عرض میکند که فاطمه و نمیدونم سامن الائمه و اینا بدهکاری پرداخت میکنیم. حالا کسی بیاد محاسبه کنی آقا کی این بدهکاری مردم به اینا تموم میشه، کی قراره ما از زیر دین اینا بیان بیرون؟ این همه برای ما کار کردن، خانه ما رو آتش زدن، اموالمون دزدیدن، بدهکارمون هم کردن. بچه های ایران چگونه فکر میکنن؟ واقعا قراره چی بشه؟ اینم شد دین؟ خب مگه دین خداپرستی نیست آقا؟ مگه اصل قضیه خداشناسی نیست؟ کجا رفت خدایی؟ این الله نکبت که گم شده زیر سایه تغییر نقی و علی و اینا دیگه، بت‌پرستی و استخوان پرستی و نمیدونم گلخانه ها رو آباد کردن و قبرستان سازی. مملکت ما مملکت قبرستانی است، تعطیلات ما تعطیلات قبرستانی است، سمبول ها و یه فضیلت همه قبرستانی. معلوم نیست که این داستان قراره به کجا برسه. چه مایه کوشیدن مردان بزرگی مثل کسروی، کسروی بزرگ کتابش در دست من هست، تاریخ مشروطش می‌خواستم بخونم براتون امروز، این برخیش نشد.
اما این دولت‌های خرف که گمان می‌کردن این قبرها عرض می‌کرد که پشتیبانی هستند برای استبداد اینها، کمک نکردن به روشنفکران ایرانی که کار رو در حد معقول خلاصه کنن. امروز دستور فرمودن که سادات رو معلوم کنید، در دبستان‌ها دبیرستان‌ها به سادات تعظیم کنید، تکریم کنید، اون اول برن سر کلاس، اون اول خارج بشن. این مایه ننگ رو نمیدونم چگونه میشه تحمل کرد. واقعا کار ضد بشری سادات. خب دوستایی دیگه هم میخونم خدمتتون. یا آقا بیا من میبرم معذرت خواهی میکنم برات. بله بله، بدین خستگی پیش شاهت برم، ذکردارها بی گناهت برم. من این کاری که کردی میگم گناهی نکردی، شفیعش میشم. این پسر ابو طالب که قراره که شفیع همه دزدا و بچه بازا و نزول خورا بشه، ببردشون به بهشت. خب وگر جنگ سازی تو اندرز کن، یکی را نگهبان این مرز کن. گناهی که کردی ز یزدان بخواه، به پوزش سزدگر ببخشد گناه. وگر دادگر باشد رهنمای، چو بیرون روی زین سپنجی سرای. حالا از اون دنیا هم داری میترسون، معذرت خواهی کن آقا. خیلی خب، یعنی ما مخترع اون دنیا ایرانی هستن، فراموش نکنیم. این به ذهن اون طرفی نرسیده، این بهشت و جهنم اینا اختراع ایرانیست متاسفانه. چنین گفت رستم که بیگاه گشت، ز نیک و ز بد دست کوتاه گشت. رستم گفت دیر شده برای این صحبت ها، بیگاه شد. تو اکنون سوی لشکرت بازگرد، شب تیره کس می نجوید نبرد. خودش رو از تکوتان انداخت به قول عوام، یه اظهار ضعفی بکنه. گفت شب شد، بیگاه شد، زنیک و بد اندیشه دست کوتاه شد. روحشید تو برگرد، ما فردا با هم صحبت. من اکنون همین سوی ایوان شدم، یا سایم و یک زمان بغنبم. ببندم همه خستگی ها به خیش، بخوانم کسی راز خیشان به پیش. زوار فرامرز و دستان سام، کسی راز خیشان که دارن نام. بسازم کنون هرچه فرمان توست، همه راستی زیر پیمان توست. گفت اجازه فرمایید آقای اسفندیار، من برم منزل خیشان رو جمع کنم. زوار فرامرز و دستان سام، همواره زوار فرامرز با هم یه واب حذف میشه به ضرورت شه. و زال رو من اینجا جز کنم، باشون مشاوره کنم، شما درست فرمایید. فردا هم دیگر رو میبینیم. درست فرمایید، تنفس کوتاه بگیریم و اگر خدمت شما.
هموطنان گرامی و گزارش از این که کمی صدای من امروز صاف نیست یک چند بیتی دیگر خدمت شما میخوانم. عرض کنم که این برای بچه های اطلاعات و اینها زنگ میزنن اینجا و محمل میگویند اینها زحمت به خودشون ندن چون صداش به کسی نمیشنوه، اینجا دستگاه دیلی هست، در 12 ثانیه من از اینکه محمد شروع بشه سامان قطعش میکنه تمام میشه و بعد برای خودش صحبت میکنه، که زحمت نکشین اظهار فضل نفرمایید، میزان فضل خود رو برای خود نگه دارید. این همه دانش که شما اندوختید زیر سایه آخوندها، اینها به درد خود شما و آخوندها میخورد. اینها این است که زحمت نکشید. هفته دوشنبه بود همه خطها رو اشغال کرده بودن و اینها سرداران اسلام عزیز چه میگفتند و بیا تماشا کن دور شاهوار از زبان اینها. عرض کنم که میریزد. خب اجازه فرمایید که این یکی از بخش های خیلی درخشان شاهنامه است. این گفتگوها کار ساده‌ای نیست در کار شاعری، که این چی گفت رستم، چی گفت اسفندیار، چی گفت و حالات رو نشون دادن و حفظ شخصیت ها، یعنی ویژگی های هر شخصیت چگونه بر جای خود بماند در طول این کتاب عظیم کار فوق‌العاده است، واقعا نیازمند نبوغ هست. این کار غزل گفتن اینا نیست که حالا شرابی بزنی حالت خوش باشه یه غزلی هم بگی شیش بیت و اینا بزنی کنار، گرچه اون هم در حد بالا خیلی هنره، اما کار عظیمی است این شاهنامه، قابل قیاس با هیچ کدوم از این آثار زبان فارسی واقعا نیست. تا اونجایی که بنده فهمیدم شاید اشتباه هست. فضای آثار ایرانی از سبتی از قرن ششم به بعد، به خصوص قرن پنجم، وقتی از ناصر خسرو رد میشویم که زبانش کاملا ایرانی است و متانت خراسانی داره، نکوهش مکن چرخ نیلوفری را، هنوز بوی ساسانی میده این سخن. وقتی برسیم به روزگار مثلا مولانا و اینا، فضا کاملا دیگه سامی شده، عرب زده و سامی زده و اینا، و لحن بیان و نوع ارائه مطلب اینها منبری است کاملا در مولانا، با همه عظمتی که مثنوی داره واسه عرض کنم اینها یه بوبو میده. خلاصش تهشی که بکنیم یه بوهای میاد. نهوده نبود که معروف کسروی شاهنامه رو نگه داشته بود، حالا کارش به تعصب رسیده بود، بماند که دیگران رو میسوزان، کار خیلی خیلی درستی بوده، اما از بس این مرد غیرت داشت، از فرد غیرت این کارو میکرد. خب بگذاریم. بله بله بسازم کنون هرچه فبله. بدو گفت رو این تن اسفندیار، که ای پرمنش پیر ناسازگار. حالا کارش به ناسازگویی کشید اسفندیار. تو مردی بزرگی و زور آزمای، بسی چاره دانی و نیرنگ و رای. تو مردی بزرگی، یعنی شما به حقیر هم بخوانید دور بر شما همین گونه عبارت هست، در طبری هم هست، یعنی فردوسی به زبان روزگار خودش سخن میگه. تو مردی بزرگی و زور آزمای، بسی چاره دانی و نیرنگ و رای. گفت که تو تجربه زیاد داری ای رستم، نیرنگ هم زیاد بلدی، بدیدم سراسر فریب تو را، بخواهم که بینم نشیب تو را. به جان امشبی دادم از زینهار، به ایوان رسی کام کجی مخار. سخن هرچه پذرفتی از من بکن، و از این پس مپیمای با من سخن. بله گفت کارتم بکن، یه سخن زیاده هم نگو، امشب به وقت میدم که بری استراحت کنی. دلو گفت رستم که ایدون کنم، که بر خستگی ها بر افسون کنم. که برگشت از پیش اسفندیار، نگه کرد تا چون شبر نام دار. به به به، اینجا یک تصویری داده که به همه تصویر داده به پهلوانی های رستم میارزه، در این خستگی، در این کوفتگی، در این ضعف، وقتی رستم جدا شد پیاده، رستم اسفندیار از پشت داره نگاه میکنه. اینجور نبوغ در این صحنه سازی ها رو
در ادبیات که ما ندیدیم، اما در فیلمسازی عصر جدید به گمان من یکی دیوید لین بود، از این تصاویر بلد بود، یکی هم جان فورد. فیلم های فورد اگه نگاه کنیم به لحاظ حماسی بی اندازه تصاویر قوی است. حالا ببینید چگونه تصویر کرده، چگونه فردوسی میخواد داستان شکست رستم رو با عظمت رستم به پایان ببره از زبان اسفندیار و از ایمیج و تخیل اسفندیار. بله ببینید چه میگوید. چو برگشت از پیش اسفندیار، حالا پیاده است البته رستم، نگه کرد تا چون شود نامدار. اسفندیار نگاه میکرد ببینه نوع حرکات رستم و راه رفتنش چگونه است، چگونه حرکت میکنه. گذر کرد پر خستگی ها براب، از اون زخم پیکان شده پر شتاب. چو بگذشت رستم چو کشتی زرود، ز یزدان همی داد تن را درود. پیکرش به گونه ای بود که از رودخانه بخواست رد بشه هیرمند، چنان بود که گویی کشتی داره از آب رد میشه. ز یزدان همی داد تن را درود، به تن خودش درود بیفرستاد که توانست این کار رو در این زخم دار بودن انجام بده. همی گفت کی داور داد پاک، گر از خستگی ها شوم من هلاک، که خواهد ز گردن کشان کین من، که گیرد دل و رای و آیین من. عرض کردم خداشناسی رستم بلا واسطه بی واسطه است، بدون واسطه است، خودش با یک مأخذی همواره درد دلی میکنه، داره صحبت میکنه یزدان پاک. چه اسفندیار از پسش بنگرید، حالا اسفندیار زمینی که رستم با خودش داره صحبت کنه از رودخانه رد میشه و نگران خاندان و دوده خود و پهلوانی خود و نام خود هست، اسفندیار پیروزمندانه از پشت داره میبینه حرکات رستم رو که چگونه‌ای داره راه میده. بله چه اسفندیار از پسش بنگرید، بران سوی رودش به خشکی بدید. همی گفت کین را نخوانند مرد، یکی ژنده پیل است با دار و برد. شگفتی فروماند اسفندیار، همی گفت کی داور کردگار، چنان آفریدی که خود خواستی، زمان و زمین را بیاراست. یعنی اون چه شنیدیم در باب پهلوانی رستم برابر این تصویر ضعیف میشه، واقعا فوق‌العاده قوی و نیرومند. میگه خدایا تو به گونه‌ای که خودت خواستی مرد را آفریدی و زمین و زمان آرایش یافت از خلقت رستم. حالا بفرمایید گفته است نمیدم علی نمیدم چیچی فلانی ما چسبیدن به اون دو بیت جعلی، این هم از نادانیست البته. یعنی هر کس اومد به شما گفت که فردوسی گفته است نمیدونم چی اول کتاب دو بیت علی و محمد این حرفا، اینا از نادانی است، یعنی کتاب رو نخونده نفهمیده چی میگه. به هدف بزرگ فردوسی عرض میکنم که اشراف به اینا نکرده و وارد کتاب نشده، جاش خواهی میکنم نمیتونستی همچی بیتی در باب اونا بگه، همچی تصویری بده، نمیشد همون شاعر. خب اجازه فرمایید که خطها رو باز کنیم با شما هموطنان گرامی صحبت کنیم. بله اجازه فرمایید این رو عرض میکردم، شاهنامه رو بایستی خان باش معنوس شد، این لغات رو فهمید، این فضا رو حس کرد، این شخصیت ها رو بشناسید، تو معلوم شاید که مقصود فردوسی چیست. یک بیت بی هدف در همه شاهنامه نیست و همه این ابیات همسو می شوند در یک سو. اونم عرض می کنم که موضوع شرافت ایرانی است، آزادی اوست و برکشیدن فرزانگی های اوست. با زبانی درخشان و اندیشه انسانی بدون تعصب، این بخش رو یک باری که خدمتتون میخوانم از زبان اسفندیار. و عظمت این کار این است که
فردوسی از زبان اسفندیار داره توصیف عظمت رستم میکنه. خب اجازه فرمایید. بفرمایید قربان. درود بر شما. الو الو بفرمایید. الو سامان عزیزم، آقای کربلی رو لطفاً بگیرید چند بیت همیشون برای ما بخونن، بعد با چند تن از هموطنان بله صحبت بکنیم. ببینیم نظر هموطنان چیست. آقای کربلایی ساکن لندن هستن، اندکی طول بکشه. یکی دو بیت دیگه میخونم خدمتتون. اجازه بدید یک بار دیگه این دو سه بیت رو بخونم که حکایتیست این تصویر که خواهد زگردن کشان کین من، که گیرد دل و راهی و آوین من. چو اسفندیار از پسش بنگرید، بر آن سوی رودش به خشکی بدید. همی گفت کین را نخوانند مرد، یکی ژنده پیل است با دار و برد. شگفتی فرو ماند اسفندیار، همی گفت کی داور کردگار. چنان آفریدی که خود خواستی، زمان و زمین را بیاراست. بعد از زبان دشمن، سپاس از خدایی که جان آفرید، زمین و زمان و مکان آفرید. که بر من ندادت به دون رزم دست، بر او آمد از من به انسان شکست. حالا داستان اینجاست که رستم باره با خدا صحبت میکنه، اسفندیارم داره با خدا صحبت میکنه. خیلی داستان فلسفی و فوق‌العاده است، علی ظاهر ساده است، اما وقتی فکر بکنیم رستم با خدای خودش اسفنده بود. خط چهار فرمودید. الو الو آقای کربلایی درود بر شما. درود قربان. خشدار میبینم، اجازه بدید چون امشب فرصت یه دقیقه هست که من غیر از شاهنامه صحبت دیگه کنم، به مولانا اقتدا کنم. میگم زان سبب فرمود موسی با خدا، وقت حاجت خواستن اندر دعا. کی کریم الله به من میجو پناه، با دهانی که نکردی تو گناه. گفت موسی من ندارم آن دهان. از تمام کسانی که صدای حضرت عالی و بنده رو میشنوند تقاضا میکنم امشب استحق طلبت شما دعا قربان. با خواهش میکنم عزیزم، اختیار دارین قربونتون برم. نه مطلبی نیست، متشکرم. این سرمایه خوردم. خب بفرمایید کجا چه میخوانیم امروز آقای کربلایی گرامی؟ آقای کربلایی صداتون قطع و وصل میشه. بفرمایید. بهمن داره به رستم سفارش میکنه، برای اسفندیار سفارش میکنه برای بهمن به رستم. بله بله بخونید، صداتون یکم قطع و وصل میشه ولی امیدوارم که خوب در بیاد. بفرمایید. انشاءالله صداشو قطع و وصل بشه. من ناور پور من، خردمند و بیدار دستور من، به مهر قدور آزمن زن. لی صداتون بد میاد عزیزم. زمان یاد گیر، زابل ستان در ویران شاد دار، سخنهای بد گوهران یاد دار. بیاموزش آرایش کارزار، نشستنگه بزم و رزم و شکار. میارام تو زخم و چوگان و گوی، بزرگی و هر گونه گفتگو. چه
گفت جاماست گم بود نا که هرگز به گیتی مبینات کام که بهمن ز من یادگاری بود سزاوار تو شهریاری بود همون هر کس سخم بهمن بود به شای سزاوار و روشن چو بشنید بر پای خواست ترزد به فرمان او دست چه گر بگذرم زین سخن نگذرم سخن هرچه گفتی به جای نشانمش بر نام بر تخت آج هم بر سرش بر دل افروز تاج به پیشش بندم کمر ادوار خداوند خانمش هم شهر ممنونم آقای کربلایی. تلویزیون فارس، بینندگان تلویزیون فارس و سخنرانی حضرت عالی در تمام گیتی براتون آرزوی سعادت و سلامت میکنم. حق نگهدار شما، عاقبتتون بخیر. قربان شما آقای کربلایی، خیلی زحمت کشیدید ولی تلفنتون متاسفانه خراب بود، صدا نرسید، قطع میشد، وصل میشد. نمیدونم مشکل تلفن شما چیست آقای کربلایی، واسه تلفن بهتری تهیه بفرمایید که از کنم این لحظات اینجوری تلف نشود با صدای خوب شما. این است که یک بیت ما میشنیدیم بقیهش رو نمیشنیدیم. نمیدونم چگونه است سیستم تلفنی شما. درود بر شما، بفرمایید. الو، بفرمایید. قربا روز بخیر، صفحه هستم، خسته نباشیم. آه عرض کنم من یک پیشنهاد دارم برای روز عید، عید نوروز میتونیم پیشنهاد بدیم هموطنان که میرن برای دیدار مزار فردوسی و یا تخت جمشید کوروش کبیر دست گل بذارم پای به این. خودش یک کاری میشه که شاید به تدریج بسیار ریشه بگیریم. مثلا درود بر شما آقای سرخی، خیلی حرف خوبی بود زدی. اینا اگر چند دفعه تکرار کنین تا دم عید فکر کنم که باستابی داشته باشم. بسیار پیشنهاد خوبی بود، بسیار بسیار عالی، مزاحمتتون نمیشم. خیلی ممنونم آقای سرخی گرامی از آلمان. بله، ببینید این تنها سنگری که برای ما مونده برای مبارزه همین داستان هاست، همین شاخص های ملی، همین روزهای ملی، همین نمیدانم جشن صده و نوروز و عرض کنم که چهارشنبه سوری و یلدا و همین فردوسی و تخت جمشید. اینها برای ما مونده، اینها ما رو نگه داشته تا امروز که هضم نشدیم در این داستان خط آخر بعد. درود بر شما، بفرمایید. استاد درود بر شما، من سهراب هستم. من سهراب جان، حالتون چطوره؟ حال من خوبه، خیلی متاسفم که حالتون خوش نیست، سلامتیتون رو آرزو میکنم. قربان شما، نه حالم خوبه، چیزی نیست، مهم نیست. سهراب جان بفرما عزیزم. از برنامه امروز واقعا شورانگیزه و من میخوام سپاسگزاری کنم. خواهش میکنم. حالا که سالت اجرا فرمودید. خواهش میکنم عزیزم، شما خوبین؟ قربونتون. چنانچه DVD امروز به دست من برسه قول میدم که اقلا 500 کپی از آن رو به صورت CD تهیه کنم و هم بدانا از یه سریه کنم که اونها هم همینجور
تکثیر کنن و بدن با امید روزی که یک نسخه از این سی دی در ماشین هر ایرانی باشه. قربان شما عزیزم، ممنونم سهراب جان، متشکرم از شما، دیگر از این ندارم. قربان شما، عرض می شود که بله سهراب گرامی دوست عزیز من، نمیدونم در باب سهراب چه بایستی گفت. بفرمایید قربان. محترم مشری، درود بر شما، امیدوارم آرزوی بهبودی براتون داریم. جناب مشری، میتونستم ازتون بخوام تولد حضرت طوس فردوسی چه تاریخی؟ بله، سوالی دیگر نداره قربان. بعد میخواستم بدونم هزاره ایشون رو در ایران در زمان گذشته گرفته بود، تاریخش دقیقاً دارین؟ شما کمی کاوشگری میکنه راجع به این مسائل، بی نهایت سپاسگزارم. ممنونم از شما، خیلی محبت فرمودید عزیزم، متشکرم، خیلی لطف کرد. عرض میشود که در باب تولد استاد طوس این کار به تردید و گمان کشید و بعد از دل شاهنامه قضایای استخراج شد و نخستین کسی که فکر کنم به نتیجه درستی رسید با استدلال‌های قوی مرحوم ملک شعرا بود، ملک شعرای بهار، از سبب روزگاری که در اصفهان تبعید بود به حکم رضا شاه. در اونجا میگوید 12 بار شاهنامه را من خوندم و با توجه به ابیاتی که در شاهنامه هست، سال تولد استاد طوس رو 329 هجری یافتم. 330 یا به سالی کمتر از مادر بزاد، هم به 65 کرد آغاز دستان گستری، در اوان 400 شد اسفری، شهنامهش ماند با رنجی چنان، گنجی بدین پهناوری. استاد فروزانفر سال 324 رو یافتن. اما عرض کنم که استدلالای مرحوم بهار و مرحوم صفا نیرومندتر بود، سال 329 هجری و از این سالها قبل از آمدن محمود هست و اینها، میگوین وقت تمام شد و سال 1313 بود که مرحوم رضا شاه عرض کنم این ساختمان رو به پایان برد به واسطه غیرتی که او را بود. و ایران شناسانی که جمع شدن در اونجا، مجمع بزرگی بود از ایران شناسان بزرگ که در باب این بحثی بعد صحبت کنیم. وقتی ما در اینجا پایان رسید، با سپاس از همه شما، سپاس از سهراب گرامی و سامان عزیز و همه شما سرتاسر گیتی، شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم تا برنامه دیگر. درود بر شما، جاوید ایران زمین، زنده باد آزاد.